ما این بحث استرسمون رو ادامه بدیم با دکتر هوگان. میخواستم از شما بپرسم در مورد استرس و تقویت. با ما چجوری میتونیم این استرس رو کمتر کنیم یا بتونیم به بدنمون یاد بدیم چجوری کوپ کنه با این استرس، با تقویت، با چیزهای خوب خوردن؟ آها، از نظر تغذیه منظورتون. اوکی، خیلی سوال خیلی قشنگ و خوبی کردید. به خاطر اینکه تغذیه یه نقش بسیار مهمی میتونه ایفا بکنه برای اینکه ما استرسمون تو زندگی بیشتر باشه. بله. یا اینکه مقاومت ما، مقاومت میدین چی؟ کوپینگ سکیلز مثلا، رزिस्टنس. خب ببین، هر روز حداقل شما باید، یا هر جلسه باید حداقل یک لغت رو یاد میگیری کم کم، حافظت خوبه ماشاءالله. خب پس چی میشه؟ مقاومتمون رو سعی میکنیم زیاد کنیم. برای اینکه اینو بتونیم زیاد کنیم، بعد ببینیم که چی مقاومت ما رو کم میکنه. من میتونم به شما بگم یه دقیقه. من خودم موقعهایی که استرس میشم، بعضی موقعهایی خستم، کم خوابیدم، میگیرم خیلی شکر آفر. میخورم. خواب خیلی مهمه. آفر. و همون شکری که میخوری بعدش انرژیم بالا پایین میشه و بدتر میکنه شما رو. هر چی بیشتر ممکنه. من اینو دیدم. بعد اینو بهش میگن اینستنت گراتیفیکیشن، یعنی درسته. یک لذت آنی ولی در نهایت بله. به شما صدمه میزنه. بله. و قهوه میخوره. دقیقاً قهوه. مهمترین چیزی که برای استرس برای ما مهمه در بدن، این غدد ادرینال هستن. اوکی. غدد فوق کلیوی که درست روی کلیه قرار دارن. کار اینها اینه که کمک کنه ما مقاومتمون در مقابل استرس بتونه بیشتر بشه. بله. ولی چیزهایی که غده ادرینال ما رو تحلیل میدن علاوه بر خود استرس، موادی هستن که محرکن، یعنی محرک هم مطمئن هم نمیدین چه، یعنی استیمیلیت میکنه. بله. خب و چیزایی مثل چی؟ مثل کافئین، مثل شکر، مثل الکل، مثل مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه که به ما شاید یک انرژی خیلی کاذب میده. کاذب یعنی دروغین. یه انرژی کاذب میده و در اون لحظه ما احساس بهتری میکنیم، ولی در نهایت باید بهاشو بپردازیم. درست مثل یه مثالی که من زدم، گفتم اینها درست مثل اینه که شما مثلا ورشکست شده باشی، بروک مثلا بانکراپت شده باشی و پول نداشته باشی. خب به جای اینکه شروع کنی سیو کردن، پولاتو ذخیره کردن، بری یه عالمه کریدیت کارت و لاین اف کریدیت و کارت‌های اعتباری بگیر و بری یه عالمه خرج کنی. بله. خب خیلی هم لذت می‌بری. بله. احتمالاً میرین برای اون لحظه خوشحالی. بله. از این بوتیک به اون بوتیک، از این کیف به اون کیف، از این کفش به اون کفش، خیلی هم حال می‌کنی. خب درسته. ولی چی میشه؟ بعدش بالاخره بعد این پولو پس بدی. به اضافه چی؟ بهره. بله. پس هر چیزی که ما رو یه جوری بدن ما رو، یعنی یه حالت اوورستیمولیت میکنه، نهایتاً تحلیل میده. یعنی هر چی تحریک بکنه نهایتاً تحلیل میده. خب. و وقتی تحلیل ببینیم، اون موقع مقاومت ما نسبت به استرس خیلی کمتر میشه. شکر یکی از و چیزهای شیرین یکی از مهمتریناشه. بله. الکل، قهوه، مواد مخدر، سیگار و خیلی از داروهای شیمیایی. بله. که بدون نسخه هست. این حرفی که شما میزنین همیشه instant gratification. خب اگه من بخوام الان برم یه جوس درست کنم و چیزهای خوب بخورم، عادت نیستش، تو habit کارم نیست. خب عادت کن. بعد باید یه دفعه به خودت بگی. میتونی یه دفعه انجام بدی، میتونی خورده خورده هر روز، هر روز شما مثلا اگر الان روزی 4 تا لیوان قهوه میخوری و روزی مثلا یه لیوان آب میخوری، از فردا برای یکی دو هفته 4 تا لیوان قهوه تو بکن 3 تا لیوان قهوه، آب تو بکن 3 تا لیوان، 4 تا اضافه کن. باید حواسمون باشه با کارا. هی از چیزای بد کم کن و به چیزای خوب اضافه کن، ولی یک دفعه نکن که خیلی بدنت بره توی شوک. بله بله. مثلا چیزای شیرینه تو کم کن. میگیرن اگه کافی نخورن. بله بله. خب این اتفاقا نشون دهنده اینه که اعتیاد وجود داره. بله. هر موقع شما این چیزا رو قطع کنی یک دفعه، حالت اصلا به قول معروف میگن طرف کله پاشو. برای اینکه اعتیاد خیلی شدید دارن و درست مثل اینکه شما هروئین اعتیاد داری، یه دفعه قطعش کنی چه اتفاقی میفته؟ اونم همینطوره. بله. برای همین خیلی آروم آروم اگر انجام بدیم بهتره و راحت‌تره و زیاد اذیت نخواهیم شد و خیلی هم اثرش میتونه دائمی تر باشه. مثلا شما میتونید به ما بگین یک دو تا چیز سریع و راحت که ما میتونیم انجام بدیم برای آدمایی که نوان توی این کارا بخوان. نوان توی نوان یعنی چی؟ نوان نیو. آها. خب بله بله. با میخوان مثلا یه سر میخوان امروز شروع کنم، مثلا میتونن چیکار انجام بدن؟ متاسفانه آقای کارگردان دارم میگم وقتمون تمومه. هر موقع خوب میشه من سوالاتون رو سوالاتونو بزنین درست برای جلسه بعد جلسه بعد. حالا تا اجازه بدن. بله. تا جلسه آینده.